What? دونالد ترامپ در همه این سالها خودش را یک تاجر و کاسب موفق معرفی کرده کسی که با بیل‌های طلایی طرح‌های عمرانی کلان راه می‌اندازد و پول پارو می‌کند تصویری که رقبای دموکرات او درستیش را زیر سوال بردند و گفتند که او در تجارت هم خوب نبوده حالا نیویورک تایمز ادعا کرده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیشتر سالهای اخیر هیچ مالیاتی به دولت فدرال نداده یا اگر داده جزئی بوده از جمله ادعا شده در سالی که او به ریاست جمهوری رسید و همینطور سال اولش در کاخ سفید فقط 750 دلار مالیات بر درآمد داده روزنامه که در هفتاد سال اخیر با سرمقاله دبیرانش همیشه در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدهای حزب دموکرات یعنی رقبای دونالد ترامپ حمایت کرده به ادعای نیویورک تایمز دونالد ترامپ از قوانین مالیاتی استفاده کرده که صاحبان کسب و کار با استفاده از آنها ضرر و زیانشان را در طول سالهای بعدی توضیح می کنند تا از مالیاتی که بدهکار می شوند کم شود در این حال این گزارش مثال های آورده که میگوید نشان می دهد او و مجموعه اقتصادی زیر دستش هزینه ها و زیان در اوراق مالیاتی جا دادند تا مالیات صفر شود نیویورک تایمز همچنین مدعی شده دونالد ترامپ چند صد میلیون دلار بدهی دارد که سررسید باز پرداختشان ظرف همین چهار سال آینده است دوره ای که او دارد تلاش میکند با پیروزی دوباره در انتخابات در کاخ سفید بماند گزارش درست زمانی منتشر شد که رئیس جمهوری آمریکا برای پاسخ به سؤالات خبرنگاران به جمع آنها رفت بیدرنگ این ادعاها را رد کرد و گفت خبر جلیست. است ساعتی بعد هم در توییتر نوشت که این حمله ها قدیمی شده گفت که دارایی هایش خیلی بیشتر از بدهی هایش است و اینکه مثل هر کس دیگری از بخشودگی های مالیاتی برای ضرر و بدهی هایش استفاده کرده مشابه توضیحی که چهار سال پیش هم در بهبوهی انتخابات قبلی داده بود آن زمان هم روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده بود که دونالد ترامپ در برگه مالیاتش گفته ضرر یک میلیارد دلاری داشته و بر این اساس احتمالا توانسته در دو دهه اخیر هیچ مالیاتی به دولت فدرال ندهد در حدود نیم قرن اخیر نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا داوطلبانه اسناد مالیاتیشان را منتشر کردند اما دونالد ترامپ نه در انتخابات قبلی حاضر شد چنین کند و نه هنوز حاضر شده آنها را منتشر کند همین موضوع در دوره قبلی انتخابات خیلی بحث برانگیز شد و رقیب او نامزد حزب دموکرات هیلاری کلینتون آن را در مناظره دو نفرهشان پیش کشید اما دونالد ترامپ گفت که اگر هم مالیات نداده باشد یعنی زرنگ بوده بر اساس های اخیر دو سوم مردم آمریکا میخواهند اوراق مالیاتی دونالد ترامپ در دسترس عموم قرار بگیرد و نیمی از آنها هم میگویند او حاضر نشده منتشرشان کند چون معتقد است از نظر سیاسی به او لطمه میزند تا پایان ماراتون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پنج هفته مانده رأیگیری هم خیلی جاها آغاز شده در دوره انتخاباتی قبلی دونالد ترامپ با وجود چنین گزارش هایی یا به قول این رسانه ها بمب های خبری رأی آورد و به ریاست جمهوری رسید. قوی ترین جنبه او نزد افکار عمومی آمریکا عملکرد اقتصادیش در این چهار سال است عملکردی که طبق آخرین نظرسنجی‌ها ها بیش از نیمی از مردمان را تایید می کنند در این حال که میزان رضایت کلی از او کمتر از این هاست این ادعاهای جدید شاید مهمات قدرتمندی بشود برای جو بایدن نامزد حزب دموکرات و رقیب دونالد ترامپ که قرار است فردا در یک مناظره تلویزیونی زنده برای نخستین بار به مسافه همدیگر بروند هادی نیلی بی واشنگتن